لباس زیر امروزه دیگر از واقعیت زندگی روزمره ماست چون این عادت از وقتی که هنوز بچه ایم روی ما به اجرا در میاد هر روز صبح که بیدار میشیم برای انتخاب لباس زیر زیاد حساس رفتار نمی کنیم. چون بیشتر از اینکه لباس زیرمون چی باشه لباس بیرونی برای ما مهمتره هرچند این موضوع زیاد مهم نیست ولی از موضوعاتیه که باید بیشتر بهش دقت کنیم چون یک انتخاب اشتباه باعث ایجاد یه سری مشکلات میشه بعضیا به خاطر اینکه لباس زیرشون از روی لباس بیرونی دیده میشه از پوشیدن لباس زیر صرف نظر میکنن خب این کار از نظر بعضیا غلطه ولی خب از نظر بعضیا هم درسته چون معتقدن این کار به سلامتی انسان کمک میکنه خب ببینیم متخصصین در این باره چی میگن شما دوستان عزیز میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشین در یوتیوب راهی برای درآمدزایی شما دوستان هم ایجاد شده که با کلیک بر روی لینک روبرو این فرصت رو برای خودتون ممکن میکنین امروز تعداد کسانی که لباس زیر نمیپوشند هر روز در حال افزایشه دلیلش هم مد شدن لباس های تنگه که باعث شده مردم کم کم از پوشیدن لباس زیر دور شن. از نظر دونیکامور متخصص بیماری های زنان پوشیدن پی در پی لباس زیر برای سلامتی اصلا خوب نیست. چون اعتقاد داره همون جور که دیگر اعضای بدن به هوا خوردن نیاز دارن نقاط حساس بدن هم از این موضوع مستثنا نیستن و اگر این موضوع رعایت نشه یعنی هر روز لباس زیر تنمون باشه به خاطر گرما و رطوبت مبتلا به بیماری های قارچی و عفونت های شدیدی میشویم اگر لباس زیرتون از جنس پلاستیک و یا دانتل باشه ریسک ابتلا به این بیماری ها نیز افزایش پیدا میکنه پس در این صورت بهترین انتخاب صرف نظر کردن از پوشیدن لباس زیره شلوارهای جین تنگ زیبدار و لباسهای ورزشی تنگی که با نقاط حساس بدن شما مستقیم در تماس هستند باعث سوزش و درد میشن به خاطر همین نپوشیدن لباس زیر در این موارد اصلا منطقی نیست دونیکا کامور متخصص بیماری های زنان معتقده حتما باید قبل از پوشیدن شلوارهای جین تنگ و لباسهای ورزشی چسبان از لباس زیرهایی با جنس پنبه استفاده کنیم در کل قانون این کار ساده است تا جایی که میشه باید جلوی رطوبت و گرما در نقاط حساس بدن رو گرفت اگر تصمیم دارین که لباس زیر نپوشین بهترین گزینه برای خانم ها پوشیدن دامنه هرچند با پوشیدن یک دامن بلند میشه احساس راحتی کرد و نیز این مسئله از نظر سلامتی هم توصیه میشه و مشکلی هم ایجاد نمیکنه ولی از نظر روانی ممکنه ما رو خیلی اذیت کنه چون احتمال اینکه باد بیاد و اتفاقهای ناخواسته بیفته همش ذهنمون رو درگیر میکنه ولی خب در نهایت بعد از همه این حرفها و تفاسیر بهترین کاری که میتونیم واسه حل این مشکل انجام بدیم نپوشیدن لباس زیر در هنگام خوابه شب هنگام خواب اگه پیژامه بپوشیم و یا نپوشیم در هر صورت نبود لباس زیر باعث میشه نقاط حساسی که در طول روز هوا نخوردن هم هوا بخوره این کار باعث میشه از خیلی از خطرهای احتمالی نیز در همان بمونیم اگر این موضوع رو از نظر مردان بررسی کنیم گرمای شدید و تنگی لباس زیر باعث آسیب دیدن اسپرم های مردان میشه ولی خب پوشیدن لباس زیر هیچ ضرری مسلما برای بدن نداره ولی محض احتیاط از پوشیدن لباس زیرهای تنگ خودداری کنید و سعی کنید از لباس زیرهای تمیز استفاده کنید و حد اکثر دو روز یک بار آن را عوض کنید احتمالا ده روز اول عادت کردن براتون سخت باشه ولی به مرور حس بهتری به خودتون پیدا کنید. بعد از روز سیوم به این پی میبرید که در واقع لباس زیر زیاد هم نیاز نبوده شاید توی دوره ها و محیط های دوستانه اتفاقات ناخواسته ای رقم بخوره پس پوشیدن لباس زیر تمیز در این موارد ضرری نداره تنها ضرر لباس های زیر برای آقایون لباس زیرهای تنگ و کثیفه که باید به این نکات توجه کنید لطفا این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا ببینیم نظر اونها در مورد این موضوع چیست همچنین برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و در آخر یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله کلیک کنید تا از آخرین ویدیوهایی که ما در کانال یوتیوب آلبالو به اشتراک می‌ذاریم باخبر بشین برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید